مامان بای بای کن. آجی جان پات درد میکنه؟ اون دستش پاش نیست. ماما چیزی شده؟ چرا دیگه ناراحتی؟ پوش برخم. نمیخوای عکسامو ببینی؟ پشت فرمون. قبل از اینکه سوار شیم هم گفتم، گفتی بعد. حالا وقت زیاده. راست میگی، وقت زیاد. مزاحمه؟ نه آرزوه، سیدی عکسه تولدشو میخواد. حالا بریم خونه، رایت میکنم زنگ میزنم بهش. خب گوشیده جواب میدادی همینا رو بهش میگفتی؟ آخه چند بار بدقولی کردم دیگه روم نشد. دستتو در بیار از دهنه. اونی که پر کرده درد میکنه؟ نه اونی که میخواد پر کنه. چند جلسه دیگه باید بری؟ فکر کنم دو سه جلسه دیگه. خسته شدی برو خونه، خودم میرم. من واسه کار تو لازم باشه تا اون سر دنیا میرم. این دختره با تاخیر اومد، زنگ بزن مریض بعدی یکم دیرتر بیاد. چشم، منو زنگ بزن. سلام. سلام خانمی، دیر کردی. اجازه هست برو. سلام آقای دکتر. دندو باز کن. چه گوشتو جواب نمیدی؟ آخه مریضم، مهمه، باز کن. من که مریضت نیستم، شاید این که زنگ میزنه مریضت ها چه بده دیگه. چشم. بله شما تماس گرفتین، من خودم معرفی کنم؟ من باید بگم شما احوالتون چطوره؟ خوب هستین؟ منو شناختین؟ دست شما درد نکنه، دندون پزشک دخترتون به جا آوردی؟ الو صدامو داری؟ الو یه بسته پنبه بگیر خانم اسماعیلی. داریم تو کمده. یه بسته دیگه هم بگیر. دندون سر شو؟ مامانم شماره تو رو از کجا داشت؟ نمیدونم، تو بهش نگیدی. چی شده مامان؟ مادو کن تو. چقدر مونده؟ نمیخوای چیزی بگی؟ حرف بزنم هوا میره دهنم، دندونم تیه میکشه. بهونه خوبی نیست تا صرف نزدن. چه بهونه ای مامان جان؟ میبینی که دندونمو پر کردم. اونقدر درد نمیکنه که نتونی جواب بدی. تو همین چند کلمه که حرف زدی میتونستی جواب منو داده باشی. مجبور شدم همین چند کلمه هم گفتم. جواب بدی اصلا. سوال نکردی که جواب بدم. سوال نکنم خودت نباید بگی. چی باید بگم؟
توقع نداشتم ازم چیزی رو پنهون کنی. منم توقع نداشتم گوشیمو چک کنی. انقدر ازم قایم کردی که مجبور شدم. شما کار درستی نکردی. من نگفتم کار درستی کردم. به خاطر یه رابطه ای که از پای غلطه هزار تا دروغ سر هم کردی. آرزو علیرضایی دیگه. باشه یا سمخم. باشه. چای میل داری یا نسکافه؟ نمیمدم اینجا ازم پذیرایشه. تعارف من معنیش احترامه. شما الان مهمون منی. مهمون نیستم. مادر دختری هم که باش رابطه داره. بفرمایید بشینید. گوش میکنم. نشستم میتونی گوش بدی؟ وایستادم میتونم. شما چی میخواییم بدونی؟ همه چی. یعنی هیچ چی نمیدونی؟ خیلی بده که از من خواستگاری کنید. نه که شنیدید بری سراغ یاسمن. دختر که 20 سال ازتون کوچیک‌تره. شما داری اشتباه میکنی. اشتباه میکنم؟ اصلا به چه حق با یاسمن رابطه داری؟ شما جرم منو ثابت کن بعد محاکمه. خجالت بکش. زشت این کار. کدوم کار؟ به یاسمن هم تو یاد دادی بزنی زیرش ها؟ زیر چی بزنی؟ شمارتون تو گوشه یاسمنه. این یعنی چی؟ اسمتون تو گوشه صدا آرزو. این یعنی چی؟ یعنی با هم دوستید. به هم زنگ میزنید، اس ام اس میدید، همدیگر خانم نادری شما داری تهمت میزنی. هم به من هم به یاسمن. تهمت میزنم؟ رابطه ما به خاطر اینه که یاسمن میخواست واسطه بشه. شما به من جواب مثبت بدید. ازدواج ما برش خیلی مهمه. برای من بیشتر. تو هنوز نمیدونی وقتی من میگم نه یعنی تموم؟ هیچی نظرم رو عوض نمی کنه؟ چون فکر میکنم بعد میگم نه، نه اینکه اول بگم نه باید فکر کنم. اگه با ازدواج میخواستم خوشبخت بشم میشدم. خوشبختی پیش کسی نیست که من بیفتم دنبالش. وقتی به همه میگم نه یعنی واسطه شدم بیفاید است. بعدشم تو نمیگی نباید بی اجازه کاری کنی؟ نباید پنهون کاری کنی؟ دعوت نمی کنم چون میدونم چرا این کار کردی. از دلت خبر دارم. تو برای سیگار کشیدی؟ چی گفتی به علیرضا؟ هیچی، گفتم زندگیشو کنم. دیگه هم حق نداره با تو رابطه داشته باشه، تو هم همینطور. علیرضا آدم خوبیه. دیگه حرفشو نزن. خودت یادم دادی پای چیزی که میخوام وایسم. آره، اما یادت ندادم تو زندگیم دخالت کنی. هر جا لازم باشه با هم بحث میکنیم، مشورت میکنیم. تو فقط باید فکر درست باشی. منم وظیفه‌ام که ازت حمایت کنم. ماما اگه من نبودم بازم بهش میگفتی نه؟ ماما خانم با شما. میگم اگه من نبودم بازم بهش میگفتی نه؟ من راضیم ازدواج کنی. اگه تنها بمونی یعنی دوستم نداری. پس دوستم نداری.
بگی بذار تو کولت زنگ تفریح بخور، دیشبم شام نخورده. با تو هم چطوری لیلا؟ قربانه. پسرت چطوره؟ خوبه. این هفته آموزشیش تموم میشه میاد پیش ما. چه خوب، پس از تنهایی در میای. فقط چند روز. دخترت کجاست؟ صبح نیومده بود سر کلاس. مریض شده خدای نکرده؟ نه. ما صبح با هم اومدیم. دانش آموز یاسمن بقایی. یاسمن بقایی بیا دفتر. الو یاسمن، یاسمن، یاسمن گوشی رو بردار، یاسمن با تو هم گوشی رو بردار، یاسمن ببین با من داری چی کار میکنی، گوشی رو بردار. یاسمن، یاسمن در رو باز کن، نمیشنوی؟ یاسمن با تو هم، در رو باز کن. کاری به جای رسه که مدرسه تو ول میکنی؟ باز کن در رو. یاسمن در رو باز کن، قلبم داره میزنه. باز کن دیگه. میخوای همتون تو بمونی؟ مگه دستم بهت نرسه؟ مدرسه تو بل کردی ها؟ هیچی بهت نمیگم، دور برداشتی؟ میخوای گفت بزنی تو زحمت ها؟ با تو هم؟ واسه چی هستی شب داره با اون قرد کردی؟ واسه اینکه نمیخوام ناپدری بیانم بالا سره؟ آره؟ چه لال شدی حرف نمیزنی با تو هم؟ چون دوست هم نداری، اگه دوست هم داشتی طلاق نمیگرفتی. اگه با یه ازگل زندگی میکردم اون وقت دوست داشتم. آره؟ اگه ازگل بود چرا زنش شدی؟ با این حرفای تکراری میخوای به چی برسی؟ به حقم. اگه به سوالم درست جواب میدادی دیگه واسه همیشه هیچی نمیگفتم. من که نبودم ببینم حق با کیه، کی راست میگه کی دروغ، کی مقصره کی نیست. بارکلا بارکلا یاسمن خانم، خوب داری خودتو نشون میدی، دیگه اسم منو نمیاری، فهمیدی؟ دارم سوال میپرسم جواب میخوام. من دیگه مادر شما نیستم. ماما خانم با شما. کجا داری میری؟ خفشو جوابمو بده، حرف نزن. من حرفامو زدم، جواب میخوام. مامان خانم به من دیدی؟ دیدی جواب نداری؟ معلوم میشه که شما مقصر بودی نه بابا، وگرنه جوابمو میدادی. من مقصر بودم؟ آره دیگه، اگه مقصر نبودی باید جوابمو بدی. جواب میخواد؟ بی بشین تا به جواب بدم. بتمر تو رو حامله بودم که بابات شک کردم، مثل مردای شده بود که دوتا زن دارن. هرچی بهش گفتم زیر بار نمیرفت، گفت تو دیوونه شدی، میخواست منو ببره پیش روانشناس. تا اینکه مشتشو گرفتم و ازش جدا شدم. میدونی که خیانت یعنی چی؟ تو اگه بودی ازش جدا نمیشدی؟ با تو هم؟ تو اگه بودی بازم باش زندگی میکردی؟ شاید میبخشیدمش. آره اگه من بودم میبخشیدمش. چرا؟ چون عاشقش بودم، دوستش داشتم. آدم نمیتونه عاشق هر کسی بشه. اون آدم اگه آدم نباشه چی؟ پس نباید عاشقش میشدی و باش ازدواج میکردی. آدم اگه علم غیب داره، تا با کسی زندگی نکنی نمیتونی بشناسیش. پس اول باید میشناختیش، وقتی مطمئن شدی منو به دنیا میآوردی. یعنی من اشتباه کردم تو رو به دنیا آوردم؟ آره.
من دوست ندارم بچه‌ها هی به هم بگن بابات کجاست. اصلا چرا نمیذاری من ببینمش؟ حتی نذاشتی عکسشو ببینم. تو هم مشکلی داری به خودت رب داره، اما حق نداشتی ما رو از هم جدا کنی. فهمیدی ماما خانم؟ حق نداشتی. دیگه هم دوستت ندارم. یاسمن یاسمن، من مادرتو دوست دارم، عاشق مادرتم. تو رو هم دوست دارم، دوست دارم دختری مثل تو داشته باشم، یه خانواده بشیم، خانواده که همه حسرتشو بخورن. ولی مادرت نمیخواد. چرا انقدر اصرار میکنی؟ وقتی نمیخواد من که نمیتونم مجبورش کنم. خانم شما باید حتما با من ازدواج کنی. نمیخواد دیگه. من هر طور شده شما دو تا رو باید به من برسونم. با این کارتون از خودت میرنجونی. اون وقتی تناس رنج میبره. اون با توه. زندگی رو با تو دوست داره. اون اصلا منو نمیبینه. هیچ کس رو نمیبینه. همه چیش تویی. اشتباه میکنی. اون تو رو دوست داره. منو دوست داره؟ نه دوست داره. من میفهمم دیگه. چجوری میفهمی؟ چی دیدی؟ ببخشید، فکر کنم مامانمه دیگه. اگه اینو نفهمم که دیگه هیچ چی دیگه. اگه دوست داشت اینقدر مقاومت نمیکرد. مقاومتش به قدر اینکه منو بیشتر دوست داره. به وقتی منو بیشتر دوست داری دلیل نمیشه که تو بعدش بیاد. خب حالا بعد چی کار کرد؟ بعد جنگید. دست درد نکنه، خیلی خوشمزه بود، داشتم میمردم از گشنگی. نوشه جونت. میدونی مشکل چیه؟ چیه؟ مشکل اینکه مامانم به خاطر من داره تو میگذره و منم نمیذارم این اتفاق بیفته، چون هم تو رو دوست دارم، هم مامانم رو دوست دارم. مواظبش باشی، نذاری تنها بمونه. آخه اون همه این سالا رو به خاطر من ازدواج نکرد. بعد شوهر مامانم بشی. خجالت کشیدی بابایی؟ یاسمن! یاسمن! الو؟ یاسمن اونجاست؟ یاسمن اونجاست یا نه؟ شما مثل اینکه حرف حالیتون نمیشه. چند دفعه گفتم نمیخوام یاسمن رو ببینیم. مگه نگفتم بهش نگو من اینجا؟ چرا گفتی؟ نگفتم اینجا. خودم شنیدم. یاسمن، یاسمن خانم. سلام آقای دکتر. سلام. یاسمن، یاسمن، گوشی تو جا گذاشت.
هیچی خانم، فعلا اینجا میمونن تا دکتر برای تشخیص قطعی بیان ببیننشون. دکتر کی میاد؟ میاد، یه کاری براشون پیش اومده، رفتن خونه برمیگردن. نگران نباشید، میاد. خیالت راحت شد؟ کار خودتو کردی؟ اگه بلایی سر بچه‌م بیاد میدونم چی کارت کنم. مگه نگفتم دست از سر دختر من بردار؟ مگه نگفتم دست از سر من رو زندگیم بردار؟ خوش به هم زنگ زد. خب جواب نمیدادی؟ همون موقع به من زنگ زدی میگفتی؟ جواب ندادم. اسمس دار. این آشنم اسمسیش. اسمسیش هم جواب ندادم. بعد نیم ساعت اومد مطمئن. اینو گوشیش. پس این دکتر که میاد؟ الان پیداشو میشه. یعنی همینجوری مریضاشو ول کرده رفته دنبال کار شخصیش؟ خانمشو بگیم دکتر اگه بیاد کار خاصی انجام میده. من رفتم دخترتون دیدم، حالش خیلی بده، سطح هوشیاریش پایینه. شما اگه میخوای دختر زنده مونه ببرش تهران، از منم نشنیده بگیر. باشه باش روز من چی بسته من؟ برای تهران برده کجا کشنی؟ چه حرفو چی شما زده؟ واقعیه ده فرمان بابا بونی بشه کجا من برده بعدی من حالش خیلی بد هسته بله بره برده تهران بابا دکتر نیست؟ دهی بازه داله نیمو بی تکلیف روشان من چی کار شما دکتر نی؟ من دکتر نیم باشه دکتر جو تصمیم گیری شما چه حرف وجدانی بده چه وجدان مگه اما وجدان نمی فقط وجدان داری دکتر هیچ کی وجدان نمی نه بابا دکتر به وجدان داری الان ساعت چند هست چی شب از حال نیمو نفس کشیدن دخترتون به خاطر دستگاه. اگه این دستگاه برای چند دقیقه قطع بشه باعث ایست قلبی میشه، اون وقت بقیه ازشام از بین میره. اکثر آدم ها با مرگ فوری فوت میکنن که دیگه نمیشه از ازشون هم برای پیوند استفاده کرد. فقط عده کمی هن که با مرگ مغزی فوت میکنن. البته اینم یه فرصت خاصه که آدم لحظه از دنیا رفتن میتونه جون 5-6 نفر رو نجات بده، اونا رو به زندگی برگردونه. الان خیلی ها تو لیست انتظاره. گیرنده هایی که هر کدومشون امید یه خانواده، اونا منتظر بخشش امثال شما هست. اگه قلبن راضی هستین این رضایت نامه رو امضا کن. شما نهایتاً یه هفته فرصت داری. هرچی بگذره یکی یکی اعضا از بین میره. چه خوب میشه اون زمان طلای پیوند رو از دست ندی. فقط رضایت کتبی پدر و مادر الزامیه. تو این چند سال شوهرتون رو ندیدی؟ ببخشید نمیخواستم ناراحتتون کنم. سهروردی شمالی یا جنوبی؟ جنوبیه. هلوهوش بهار. منزل آقای بقایی؟ بله. شما کیشونین؟ نوشون. مصطفی عمود میشه یا دایی؟ عمومه. شما؟ من زدن سابقه شد. لیلا خانوم؟
اما مصطفی با شما زندگی میکنه؟ نه با ما نیست. کجاست؟ نمیدونم. بفرمین تو. کی خونتونه؟ از دم رفته مسجد اما آقا جونم هست. بفرمایید چایتون سرد میشه. خیلی آقا جونه چند سال سکته کرد؟ دو سه سالی میشه. عزیزم من بیام تو خواهی تو میبینید. هرکی اصلا قدمشون سر چشم. سلام. سلام آجخان. علیکی سلام. شناخته ای؟ مگه میشه نشناسمت؟ بیا برو. مهمون حبیب خداست. اما تو حبیب خدا نیستی. هرکی تو ناکسی زنگ میزنه در باز میکنی؟ به سلامت. حاج خانم چرا اینجوری برخورد میکنید؟ توقع داریم بیام دست باتونم ببوسم؟ به چه حقی پاتو گذاشتی تو خونه من؟ مگه چی کار کرده بودم که نباید میومدم؟ چی کار کردی؟ یعنی من بی حیاتر از تو ندیدم. برو برو نظر رسوات کنم. نظر پیش شوهرت آبروتو ببرم. چی میگفت آج خانم؟ شماره موبایلش رو گرفت. باش. معلوم نیست. اگه کسی زنگ زد برای شنبه هفته بعد وقت بده. بگو فقط شاید کنسل بشه، متا قبلش بهتون خبر میدیم. خداحافظ. آقای بقایی هم اینجا هستن؟ آقای بقایی؟ آقای مصطفی بقایی. نه. نمی‌شناسمشون. وقت میگرفتین الان انقدر معطل نمیشدین. شما اصلا ما رو بهشون معرفی کردین؟ بله گفتم ازتون عذرخواهی کردن، گفتم منتظر بمونن. دقیقا چقدر میگه مونده جلسه شون تموم شه؟ الان دیگه باید تموم بشه چون نیم ساعت دیگه باید برن جایی قرار دارن. شما مطمئن باشید حتما سعی میکنم تا هفته آینده مجوزش رو جور کنم. امید خدا. خداحافظ شما. خداحافظ شما. به سلامت. خوش اومدید. سلام. سلام. بفرمایید داخل. اومدم دنبال مصطفی. کار واجب دارم. مصطفی؟ ازش خبر ندارم. از شوهرت خبر نداری؟ اینجا میخوای حرف بزنی؟ نه ایمدم حرف بزنم. اومدم دنبال مصطفی. تو اومدی دعوا. من میرم به کارم برسم. جواب منو بده بعد. میگم ازش خبر ندارم نمیفهمی؟ برو بیرون. اینجا محل کارمه. دروغ میگی مثل سگ. میزنم تو دهنتا. غلط میکنی. چشم نداشتی زندگی ما ببینی. آقای محترم دست زنتو بگیر برو بیرون. برو بیرون تا زنگ نزدم به 110. ایشون شرایط خوبی ندارن. اگه تلفنی نشونی از مصطفی لطف کنیم به ما بده ممنون میشم ازتون. آقای محترم من هیچ اطلاعی از ایشون ندارم. اصلا واسه چی اومدی سراغ من؟
که همسر شما. من باید به کی قسم بخورم که مصطفی همسر من نیست؟ خانم، شما که چند سال منو میشناسی، از همه چیز من خبر داری. اسم شوهر من چیه؟ چی بگم والله؟ یعنی چی بگم؟ چی ازت پرسیدم؟ جوابش رو بده. نادر، آقا نادر. فامیلش؟ بیابانی. بله. شما چی میخواین از جون ما؟ تو این محل تا حالا صدای بلند منو کسی نشنیده. برو نذار صدام بلند کنم. برو. میریم حاج خانم. شما بگو آقا مصطفی کجاست، ما میریم. چی میخواین ازش؟ میخواین جونشو بگیرین خلاص شین؟ ببینم. تو بعد از اینکه طلاق گرفتی کدوم گوری گذاشتی رفتی؟ تو این 15 16 ساله کجا بودی؟ چرا یهو غیبت زد؟ بذار بگم، میدونستی اگه بمونی برات بد میشه، اگه حق با تو بود خودتو قایم نمی کردی. بس کنین حاج خانم، مگه شما خدا این محاکمش میکنین؟ این بنده خدا میخواد اعضای بدن بچهش رو اهدا کنه، خودش هم رضایت داده، اما بیمارستان گفته رضایت آقا پسر شما هم لازمه. شما خودت مادری باید بیشتر درکش کنی، اینم مادره، حالا خائن یا کافر مادره دیگه. چند تا بچه زایده این مادر مادر میکنی؟ چند تا بچه شیر دادی؟ چقدر خونه دل خوردی تا بچت بزرگ شه؟ اگه خدا رو قبول داریم بگین آقا مصطفی کجاست، باور کنی پای جون چند نفر در میونه، بفهمی چجوری میتونی ببینیمش. من چه میدونم کجاست؟ چرا دست از سرم بر نمیداری؟ خدا منو بکشه دستشو با راحت شد. مصطفی خدا بگم چی کارت بکنه که بعد چند سال دست از سر من بر نمیدارم. ببخشید لیلا خانم، اینا چرا با شما اینجوری برخورد میکنن؟ البته من شرایطتون رو درک میکنم، ولی به نظرم شما باید جوابشون رو میدادید. خیانت کردم، نشنیدی؟ به این فکر میکنی که کی راست میگه؟ من فقط دارم میشنوم، من که خودم چیزی ندیدم بتونم بگم هر با کیه. خانم نادری، خانم نادری،
بله. الو علیرضا، سلام. سلام. دیشب تا حالا 10 بار بهت زنگ زدم، چرا جمع نمیدی؟ بگو کجای شما؟ کرمان. کرمان؟ اونجا چی کار میکنی؟ باید از شما اجازه میگرفتم؟ نه، منظورم این نبود. فقط مصطفی کرمانه. نباید تنها میرفتی، میگفتی من باید میومدم. ممنون. من اومدم بیمارستان پیش یاسمن میمونم، کاری داشتی تماس بگیر. ببخشید، با آقای مصطفی بقایی کار داشتم. آقای بقایی یه ماه پیش ایجار فروختن. شما آدرسی شماره ازشون داری؟ یکی از همکاران باشون ارتباط داره. کو صبر کنی الان بهش میگویم بیای. ببخشید، آقا مصطفی هستن؟ شما؟ از آشناهاشونم هستن؟ شما از بستگانشون هستی؟ من زنشم. کی میان؟ نمیتونه بیایه، زندونه. لب کارشه. واسه چه زندن مصطفی؟ شما فامیلشه؟ نه. خب به چه کارش این که میگن مصطفی نمیگن آ مصطفی؟ من 17 سال پیش زنش بودم. زنش؟ چیزی از من نگفته بود؟ خواسته از من اذیت نشه. نگفتی واسه چه زندانه؟ من از خاطر بلند پروازی. چقدر بدهی داره؟ میخوان آزادش کنین؟ میخوام دخترشو ببینه. دخترش؟ باید از همون بیمارستان برامون نامه بزنن. بدون نامه نمیشه. نه خیلی خانم، یعنی من باید این همه رو برگردم تهران نامه بگیرم؟ نه خانم، بگید فکس کنن. باید امروز ببینمش. ایشالا میبینیش. به محض اینکه نامه رو فکس کنن تشریف میبینی سالن ملاقات. لطف کنید شماره بیمارستان رو بدید. 0 21 بدنجویان غلام رضا سلیمانی نژاد، فریبرز اصلانی و امیر عباس واشقانی فراهانی. تشریف بیارن ملاقات.
دلی که بچه داشتی. نه من یادت. یاسمن تصادف کرده، مرگ مغزی شد. یاسمن کی؟ بچه‌مون. بچه‌مون حامله بودی نمیگفتی؟ بچه‌مون گفتی؟ بچه هم حالا که مرده میگی بچه هم؟ کارت چیه؟ باید ببینیش. عنوان کی؟ پدرش. مگه به دنیا آمدنشو دیدم؟ حالا بخوام مردنشو ببینم. مصطفی سلام. رفتم دیدمش. خب چی شد روشن؟ وسط حرفم پاشد رفت. خب هرچی؟ حتما یه دلیلی داره دیگه. وقتی ازش جدا شدم نذاشتم دخترمو ببینه. بچه‌ام تو بیمارستان سرگردونه، باید همدیگه رو ببینه. باش حرف میزنی؟ من خودم شاکیم ازش. اصلا نمیخواد فور میشه ببینه. قم قصه خودم بسم. باش صحبت کن، شاید تو بتونی راضیش کنی. چی شدی؟ یکم فکر بچه‌ت باش. جماعت چی میدونم؟ چهار پنج دختر یا پسر؟ آرومه، دختری فکر کنم. چرا تو به دنیا اومدنش نمیری پیش پدر مادرت؟ موقع زلزله خانواده من به این رفت. غیر مصطفی هیچ کسی ندارم. ما معلومی تا که باید زندون بمونه. چقدر بدهکاره؟ 360 میلیون.
خونه و شرکت فروخت 170 میلیونی چی داد. بده کارش واسه چیه؟ پای نفر شریک شو سر ساختمون سازی. پول قرض کرد تا کار شروع کنه. شریکش هم حسابش خالی که گذاشت رفت. زلزله زندگی به نابود کرد. دلم به مصطفی خوش بود. و پیش دکتر میری؟ این طفل معصوم که نمیخواد به خواست خودش به دنیا بیاد، تو مسئولی؟ فقط من؟ مصطفی؟ چرا؟ ولی الان تو حاملی، نه اون. نمیخوام به دنیا بیارمش، میخوام به اندازمش. این بچه ای واسه چی گناهی کرده؟ میخوای حسرت این روزاتو بخوری؟ تو چرا مصطفی طلاق گرفتی؟ اصلا با هم حرف نزن. حالا میخوای چی کار کنی؟ بزنش گفتم باش حرف بزنه. چی گفت؟ میگه نمیخوام ببینمش. چرا؟ نمیدونم، اینم آدم بدبختیه. شما کی برمیگردی؟ امشب که به پرواز نرسیدم، فردا. باشه، کاری نداری؟ نه، خدافظ. نمیخواین بخوابه؟ شاد خون افتاده بی خوابی. می خوابم. امشب فکر کردم خواهرم زنده شده اومده پیشم. خدا رحمتش کنه. خدا رفتگان شما رو بیامرز. اومدم بگم فردا میرم ملاقات مصطفی. باش حرف بزنم. راضیش میکنم. خبری ازت نیست؟ حالا من تو بیام ملاقاتت آزادت میکنه؟ خب بیام چیکار؟ دلت تنگ میشه؟ ولی دل من تنگ میشه. هرچی بگی حق داری انگامه، ولی حق نداری من بذاری کنار. تقصیر خودم که نبوده، به خاطر نامردی یکی دیگه این تو هم. خبری نشد ازش، نه؟ حال فکری پشیمون میشه میاد پولات برمیگردونه؟ چه بدونم بلا، هر دفعه یه رنگ کلا سر آدم میره. حالت خوبه؟ جوجومون چطوره؟ خوبه؟ اذیتت نمیکنه؟ ببین مصطفی، اگه این دفعه حرفمو گوش نکنی، نه منو میبینی نه بچه‌رو. لیلا بگو به یه شرط رضایت میدم. لیلا؟ ها، دیشب پیشم بود خونه ما. برای چه گذاشتی بیاد اونجا؟ تو برای چی نباید بیاد؟ بگی که لیلا زن سابقت بود و بهم هیچی نگفتی. حال کار ندارم، کار واجب تر دارم. تا حالا راحت میتونی بده کاری تو بدی. به لیلا بگو از دخترم میفروشم. بگو فقط به این شرط رضایت میدم. اگه این کار نکنی تا آخر اون پشیمون میشی. 190 میلیون چجوری میخوای جور کنی بیای بیرون؟ ها؟ رضایتت میخوا. میخوا برای آخرین بار دخترت ببینی. هرچی بگی گوش میده. می‌فهمی داری چی میگی؟
اگه نگی طلاق میگیرم، بچه رو میندازم. غلط میکنی، غلط میکنی. صاحب نداری مگه؟ مگه من مردم؟ حالا با مرده فرقی داری؟ بعد یه مدت بلند شده اومدی چجوری حرف میزنم؟ چجوری حرف میزنم؟ نگفتم بچه‌تو بکش؟ من نمیگم، من همچین چیزی نمیگم. ببین، بچه‌ای که هیچ وقت ندیدی مرده، خدا هم رحمتش کنه. حالا به خاطر رضایت بگیرم تا حسو بدنشو بدن به چند نفر. خب خانواده اونایی هم برای نجات جونه کس کارشون میبا پول خرج کنن. یه سری پول دارم، همینجوری هدیه میدم میره. حال تو پول داری مگه؟ اگه این شرط بذاری ده تا آدم نجات پیدا میکنم. اول من تو بچه بچه حالا بسه دیگه گریه نکن با تا من گاهی بگم گریه نکن. سرکار جون دست در نکن، یعنی من آب زحمت میکشی. زور طلاق نگرفتی؟ مگه مهریت رو نذاشتی اجرا انداختیم زندو؟ هم طلاق حقم بود هم مهریه. زندون افتاده من چی؟ اونم حقت بود. التماست نکردم لیلا تا خیر خیره تو قرضم. وام گرفتم زمین خریدم، دستم خالیه، بهم وقت بده. دادی؟ التماس نکردم لیلا اقلا مهریت و قسطی بگیر. گرفتی؟ بابای بدبختم مجبور شد مغازشو 30 میلیون حراج بزن. مغازه کردن 1 میلیارد هم نمیده. بعدش هم افتاد گوشه خونه. همینه واسه این بود که بتون مهریه تو رو بده. گهن زدی به همه چی، دعوا انداختی تو خونمون، خواهر برادری اونو از بین بردی. هنوز که هنوز نتونستم بده ایشونو بدم. میدونی چند وقت ندیدم ایشون، روم نمیشه. هم حق دارن الا من. بیشتر از حقت گرفتی والا، خیلی رو داری. حالا اومدی که چی؟ طلبکاری؟ رضایت چی میخوای؟ جوری قاضی مثل سگ افتادم به پاد التماس و گریه که لیلا گوه خوردم. نکن با من این کار، سنگ شده بودی. رضایت دادی؟ ندادی. تو هم بودی رضایت نمیدادی. من طلاق نمیگرفتم اگه جای تو بودم. چی کار میکردی؟ میبخشیدم، میبخشیدم، زندگیمو میکردم. به همین راحتی؟ آره، به همین راحتی. چون زندگیمو دوست داشتم، عرضه بودم که زن نمیگرفتم. بعضی وقتی زن میگیرن تازه عرضه میشن. فکر نکن چون ضعیف دست ها گذشته خبری ها همچی میخوابونم زیر گوشت که خیانت عرضه نیست. حرف مفت نزن، راجب کسی داری حرف میزنی که خودت بهتر از من میشناسیش. بهت نگفتم من زمان میخوام تا بتونم ازش بکنم؟
5 سال قبل از اینکه تو بیای تو شرکت حساب کتابای من اون با اون قاطی بود. بعدش من غلطی کردم، از وجدان گرفتم اومدم پیشت اعتراف کردم، ازت طلب بخشش کردم، بهت نگفتم منو ببخش. گفتم یا نگفتم؟ با تو هم درسته یا نه؟ جواب بده آقای آقشتر. جواب بده درسته یا نه؟ درسته. ولی ولی دیگه نداره. خدای تو چی بود؟ تو بگو چی بود؟ من خجالت میکشم. چرا؟ آدم کشتم مگه؟ آدم میکشت بهتر. از یاسمن چیزی داری؟ عکسی؟ چیزی؟ مال همین آخریاش. تو انقدر نامردی که حتی نذاشتی من بچه‌مو ببینم. نمیدونم با چه دوز و کلکی حضانتشو گرفتی باش قیب شد. شرطتو بگو. از من بهش چی گفتی؟ گفتی مردم؟ تو چی گفتی به دور بریا؟ گفتی لیلا خیانت کرد گذاش رفت. مادر طرف نمونده بود که بهم نزنه. یک من خر نبودم که اعتراف کنم یا نه؟ تو انقدر آدم بودی که میبخشیدی الان ستایی داشتیم زندگیمونو میکرد. بالاخره یه روز میفهمیدم. شرط تو بگو. هنگام دیگه خسته شده. اگه من این تو بمونم طلاق میگیره میره بچه همون میندازه. میدونم اخه خرکم این کارو میکنه. 190 میلیون پول لازم دارم برای اینکه بتونم زندگیمو نجات بدم. حتما میخوای بده کاری تو من بدم تا رضایت بدی؟ چرا تو بدی؟ دیگه نمیخوام تو هیچ کاری واسم بکنی. اونایی که اعضای یاسمن رو لازم دارم میدم. بچه همو حراش کنم تو ببیرو. 6-7 نفر میخوان ازش استفاده کنم برای اینکه زنده بمونم. جونه 6-7 نفر 190 میلیون نمیارزه. یارزه؟ تو هیچی نمیارزی. باشه بس پاشو گم شو بیرو. گم شو عجله چشم. بچه‌مو معامله کنم سر تو؟ معامله چیه؟ تو چرا جوش میزنی؟ مگه جیب خودت میخوای بدی؟ اونا میدن با رضایت کامل، ثوابش هم بیشتره، روح بچه هم شاد میشه. بالاخره من باباشم، دوستش داشتم، میدونم اونم منو دوست داشته، میخواست منو ببینه، منم میخواستم ببینمش. تو نذاشتی. آره دوست داشت، آرزوش بود که تو رو ببینه، برای همینم اینجا میخواستم برای آخرین بار ببینیش. کاش نمی اومدم. میخوای شرطش بگی؟ من به خاطر شما اومدم باش حرف زدم، رضایتش گرفتم. خود چرا هیچی نمیگی؟ میگی بچه تو تیکه تیکه کن بفروش تا من رضایت بدم. جدی میگی؟
اینی گفت. میگم لیلا خانم، میشه یه کاری که اگه تو بخوای. چند وقت پیشی که همسایه‌امو کلیه‌اش 30 میلیون تو من فروخت، هم مشکلش حل شد هم ثواب کرد. منم میخوام ثواب کنم ولی مشکل ندارم. میشه نگه داریم. پاشو رو زمین نشین، پاشو. میخوام همینجا بمونم. من به مصطفی گفتم این شرط بذاره. پیش خودم فکر کردم فقط اینجوری این بدبختی خلاص میشم. همه گناه دارن الا ما، همه محتاجه الا ما. خب ما هم گرفتاری. خدا قصد شدم لیلا خانم، چند رو پیش در آخونه رو بستم، شیر گاز با کردم، دارم خودم بمیرم، همه چه خدا ترسیدم، گفتم باز سب کنم، نمیگذارم به کسی که منو از زلزله نجات داد. خب وقتی همه مرده من برای چی باید زنده بمونم؟ نه پدری نه مادری. اون بچه که دیگه زنده نمیشه، اما با پولش میشه چند تا مرده رو زنده کرد. تو برای کی داری این کارو میکنی ها؟ مصطفی سم نداره این بچه. لیلا خانم ناراحت نشی ها، ولی تو داری زندگی من قربونی دعوت با مصطفی میکنی. زندگی شما چه ربطی به من داره؟ من کجای زندگی شما بودم؟ لیلا خانم، لیلا خانم، من میدونم تو آدم مهربونی هستی، نمیدونم بین تو مصطفی چی گذشته، اما میدونم دل رم دار. بیا بزرگی کن، من ای جهنم نجات بده. که نیزی تو میکنم لیلا، تو رو به خدا. من چند روز خودم اسیر کردم واسه چی؟ واسه اینکه یه کاری بکنم. من همه دل خوشیمو از دست دادم، میفهمی؟ آن زنی بزنم بیمارستان بگم چی؟ بگه بچه همون اینقدر میفروشم، میخرید یا نه؟ خب آدم فروشی که نمیخوای بکنی. من میفهمم چی به سرت اومده، تو هم بفهم از منو. اصلا زنگ بزن بیمارستان من بگم، تو رو به امام حسین زنگ بزن، اون پول زندگی ما رو زیر رو میکنه. ای همه آدم داره این کار میکنن، به خدا هیچ کدوم شم نیستن. لیلا خانم خیلی نامرده. از مسافرین محترم پرواز هواپیمایی ماهان به مقصد تهران دعوت می شود جهت انجام تشریفات پرواز به سالن ترانزیت مراجعه فرمایید.
بله. طلبکار شوهر تو چجوری میتونم ببینم؟ میخواین بدهیشی بده؟ منو ببر پیشش. اینجا نی، تهرونه. فقط شمارشو دارم. خب شمارشو بده. لیلا خانم ایشالله خیر ببینین. لیلا خانم بفهمون داخل. بگم؟ بگو. 0912 40 80 225. یه بار دیگه بگو. 0912 40 80 225. خانومیه. نباید تنها میرفتی. میخواستی حرفای مصطفی رو هم بشنوی؟ نه، من فقط نگران بودم. بچه بودم، پدر مادرم از دنیا رفتن. خدا رحمتشون کنه. از اون موقع رو پای خودم وایستادم. عادت دارم به تنهایی. برادری، خواهری؟ یه برادر دارم که آلمان زندگی میکنه. عید به دو دقیقه با هم تلفنی صحبت میکنه. بالا آمدن سخته نه؟ برای رسیدن به اینجا خیلی زحمت کشیدم. بدهی مصطفی بابت چیه؟ قبل اینکه پاد به شرکت مصطفی باز بشه، اون خیلی دلش میخواست با من تیک بزنه. گفتم ببین، من اهل دوستی نیستم، اگه اهل ازدواجی بیا جلو. گفت ما که هم دیگر رو نمیشناسیم، بیا با هم آشنا بشیم. بعد تو رابطه بودیم که تو پات به اون شرکت باز شد. مصطفی اومد سمت تو، منو گذاشت کنار. هیچ وقت برود نیواردم. تو به مصطفی اوکی دادی، با اینکه میدونستی با منه. نمیدونستم. روزای اولی که اومده بودی شرکت، آخر وقت من با کی میرفتم خونه؟ هر روز صبح با مصطفی میومدم، با مصطفی هم برمیگشتم. مگه راننده شخصی بود که منو ببره بیاره؟ اون رفت آمده یعنی چی؟ تو مصطفی رو کشوندی سمت خودت، اونم من از شرکت اخراجم کرد چون تو ازش خواستی. خودتو به خیلیت نزن. من احمقو بگو که بهش گفتم تو رو استخدامت کنه. گفتم دانشجویی احتیاج داری، حقوقتو بیشتر کنه. اصلا میدونستم تو باید میومدی زندگیمو خراب میکردی. کی گفته من زندگی تو رو خراب کردم؟ مصطفی همه چی رو به این گفت. میزنی زیرش؟ مصطفی غلط کرد. یادت مصطفی رو سر مهری انداخته بودی زندان؟ آزاد که شد اومد سراغم. بیکار بود و بدبخت. یه خورده پول از این ورانور نزول کرد که چکاشو من دادم. یه دونه چک ضمانت هم ازش گرفتم. یه خونه کلنگی بزرگ گرفتیم که با هم بسازیمش. تو خاک برداری بودیم که فهمیدیم یارو صابخونه کلا بردار از آب در اومده. چکای من یکی یکی برگشت خورد. مصطفی هم فرار کرد. چکش پاس نشد. با 1000 تا بدبختی کرمان پیداش کردم. نصف طلبمو گرفتم، انداختمش زندان. چک 2 ماهه بدم قبول میکنی؟ چرا میخوای بدهیشو بدی؟ بهش مدیونم. من نیستم. فقط پول نقد.
20 میلیونش رو میتونم نقد بدم. همش رو نقد. یه خونه دارم تو شمال. بیا بریم قیمت بگیریم بزنم به نامت. فقط نقد. هر کاری بگی برات میکنم. فقط میخوام مصطفی دخترم رو ببینه. این دیگه مشکل توه. سلام، من و مامان جونم خونه نیستیم، لطفاً پیام بذارین، حتماً با اتون تماس میگیریم. خدافظ. سلام، من و مامان جونم خونه نیستیم، لطفاً پیام بذارین، حتماً با اتون تماس میگیریم. خدافظ. من و مامان جونم خونه نیستیم، لطفاً پیام بذارین، حتماً با اتون تماس میگیریم. خدافظ.
امروز من گفتم یاسمن بیاد پیشم، نمیخواست بیاد، من اصرار کردم، ولی بهت گفتم اون زنگ زده بود. وقتی زنگ زدی قسمم داد بهت نگم پیش منه، اما من گفتم. پس اون اسمسی که نشونم دادی چی بود؟ وقتی از مطب رفت بیرون موبایلشو جا گذاشت، رفتم از پنجره صداش بزنم، ماشین زد بهش. اون اسمس رو با موبایل یاسمن بر خودم فرستادم. اون زنگ زد گفت از مدرسه اومده بیرون، گفت با مامانم دعوام شده و حوصله ندارم. گفتم بیاد پیشم با هم حرف بزنیم. بهش گفتم نباید از مدرسه میومده بیرون، گفتم اینقدر برای ازدواج ما اصرار نکن. سلام علیکم. سلام علیکم. شما دختر منو میشناسی؟ قلب دختر شما تو سینه پسر منه. خدا رحمت کنه دخترت. حالت خوبه عمو جان؟ بله. اسمت چیه؟ ایلیا. اجازه میدی؟ اجازه میدی یه ذره به صدای قلبت گوش کنم؟ نه. خیلی دیر شد.